عرض سلام و وقت بخیر. امروز دوشنبه 21 دلو سال 1398 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 10 فوریه سال 2020 میلادی. با مجموعه خبرهای این ساعت از آریانا نیوز و آریانا خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. آغاز مجدد مذاکرات میان هیئت طالبان و آمریکا. نتیجه شی باشد که ما شاهد قطع خشونت در افغانستان باشیم. نگرانی از افزایش حملات خودی در بین نظامیان افغان و خارجی. میزان حضور یا نفوذی های دشمن در میان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به شکل قابل ملاحظه کاهش پیدا کرده است. آغاز مرحله تطبیق فیصله کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی. افزایش جانباختگان مبتلا به ویروس کرونا. و انتقاد کارخانه داران از نبود برق در ولایت بلخ. مشروع خبرها. دوره تازه مذاکرات رسمی صلح میان نمایندگان طالبان و آمریکا در دوحه اثر گرفته شد. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان میگوید ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی این گروه با زلمه خلیلزاد و وزیر خارجه قطر روی برخی مسائل مهم از جمله نتایج مذاکرات و گام‌های بعدی در روند صلح گفتگو کردند. در همین حال برخی منابع آگاه از مذاکرات دوحه میگویند که این گفتگوها به مرحله حساس و نهایی نزدیک شده است. شاپور فرهمن گزارش دارد. پس از چندین روز گفتگوهای غیر رسمی، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان از آغاز دور دیگری از مذاکرات رسمی میان نمایندگان این گروه و ایالات متحده آمریکا خبر داده است. این بار اما با میزبانی وزیر خارجه قطر. سهیل شاهین با گذاشتن پیامی در صفحه تویترش نوشته که اعضای هیئت مذاکره کننده این گروه به شمول ملا عبدالغنی برادر با زلمه خلیلزاد و وزیر خارجه قطر دیدار و روی برخی مسائل مهم از جمله نتایج مذاکرات و گامهای بعدی بحث کردند. تلاشایی که در حال جریان است نتیجه شی باشد که ما شاهد قطع خشونت در افغانستان باشیم و راه برای مذاکرات مستقیم هموار شود. منابع آگاه از گفتگوهای دوحه از وارد شدن مذاکرات میان آمریکا و طالبان به یک مرحله حساس و نهایی خبر می‌دهند و می‌گویند که وزیر خارجه قطر برای حل موارد اختلافی میان دو طرف پادرمیانی می‌کند. مذاکرات بر حساس او نهایی پړاو کیدی. د تاوتریخوالی کمخت د توافق نامې له امضا یو اونۍ مخکې پیل کیږي او د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل کېدو پورې به بیا تمدیدي یو دوام بکوي. در این میان فرستاده ویژه سازمان همکاری های اسلامی در کابل از آمادگی این سازمان برای تسهیل روند گفتگوهای میان افغانی خبر می دهد. کلی تنظیمات افغانستان دولت و مخالفت یک جای بشینن و بین افغانا از آیدیت افغانستان و از رهبریت خود افغانا این پروسه پش بروند. به گفته منابع شامل ساختن برخی خواسته های حکومت افغانستان بالای طالبان و نیز قطع رابط طالبان با گروه های دیگر از جمله موارد اختلافی میان آمریکا و طالبان است که امضای توافقنامه را با تأخیر روبرو ساخته است. در 4 سال گذشته نزدیک به 200 حمله خودی در میان نظامیان افغان و سربازان خارجی صورت گرفته است. یک بررسی آریانا نیوز نشان می‌دهد که بیشتر عملیات‌های نفوذی از سوی طالبان در مناطق دوردست افغانستان برای سقوط پاسگاه‌های امنیتی بوده است. همچنان در بخش از این بررسی حملات پیچیده نفوذی همچون حمله به بیمارستان سردار محمد داوود خان و ترور جنرال رازق نیز آمده است. ارتش می‌گوید حملات خودی در این اواخر کاهش یافته است و برای مهار کاملان برنامه دارند. گزارش از علی اصغری. در 4 سال گذشته نزدیک به 200 حمله خودی در میان نیروهای امنیتی انجام شده که مسئولیت بیشتر آنها را گروه طالبان به عهده داشتند. در درشترین موارد سال 2016 طالبان تنها در کندهار و زابل
7 حمله نفوذی داشتند که در نتیجه 21 پلیس جان باخت و 17 تن مجروح شد. این گونه در 6 ماه نخست سال 2017 میلادی 6 حمله نفوذی تنها به نظامیان آمریکایی صورت گرفته بود که 3 کشته و 10 زخمی به جا گذاشته است. در این سال جنرال ماتیز وزیر دفاع پیشین آمریکا حملات نفوذی را سخت ترین چالش جنگ افغانستان خواند و واشنگتن طرح فرشتگان نگهبان را ضد حملات نفوذی شکل داد. سال 2018 حمله نفوذی از سوی طالبان بر یک مرکز نظامی در بالا بلوک فرا جان 40 سرباز ارتش و پلیس را گرفت. در همین سال جنرال رازق قدرتمندترین فرمانده جنوب افغانستان نیز توسط یک عامل نفوذی طالبان ترور شد. به اساس گزارش سیگر در 3 ماه اخیر سال 2019 30 حمله نفوذی بالای نیروهای امنیتی افغانستان صورت گرفت. در کل سال 2019 49 مورد بوده که 3 ماه اخیر افزایش چند برابر را نشان می‌دهد. مهمترین حمله این سال جان باختن 23 سرباز ارتش در ولسوالی قره‌باغ غزنی است. حمله پیچیده به بیمارستان سردار داوودخان را ارتش تایید کرده بود که عامل نفوذی داشت، اما مشخص نشد کامل از کدام گروه بود. در آن رخداد 50 تن جان باخت و بیش از 100 تن دیگر زخمی شد. اما بحث کشف و استخبارات است که امو هم یک کار بسیار مشکل است و ناتوانی کارهای استخباراتی را نشان میده. در تازه ترین مورد و در تیراندازی فردی که لباس نیروهای امنیتی افغانستان را به تن داشت به نیروهای آمریکایی در شرق افغانستان حمله کرد. 2 سرباز آمریکایی کشته و 6 سرباز دیگر زخمی شدند. در سال روان خورشیدی طالبان با استفاده از نفوذی‌های خود فقط در 2-3 مورد توانستند که حملات تروریستی را برای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان انجام بدهند. امسال میزان حضور یا نفوذی‌های دشمن در میان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به شکل قابل ملاحظه کاهش پیدا کرده است. در این بخش هم اقدامات عملی و هم اقدامات تکنیکی صورت گرفته. در بخش تکنیکی در طرز عمل جلب و جذب پلیس ملی روی یک سلسله کارهای بنیادی به منظور جلوگیری از استخدام همچو افراد جلوگیری شده. اما استخبارات در این مرحله حرف اول را میزند، زیرا تمام کارشناسان به این باورند که بخش‌های کشفی و استخباراتی میتوانند طرح حملات خودی را مهار کنند. هنوز هم در حال حاضر نیاز به یک استخبارات بسیار قوی برای جلوگیری از نفوذ آنها دیده می شود که باید وجود داشته باشد. نگرانی از تداوم حملات مخالفان بالای نیروهای خارجی و افغان، آن هم در داخل قرارگاه‌های نظامی، میان مردم و نظامیان پیشین وجود دارد. سرانجام روند تدبیق فیصله‌های کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی آغاز شد. کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید پس از دریافت سند فیصله‌نامه کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، روند تدبیق این فیصله‌ها آغاز شده است. در همین حال رئیس دبیرخانه کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی خواهان ایجاد کمیته هماهنگی میان کمیسیون‌های انتخاباتی برای نمونه‌گیری محل‌ها و مراکزی که به بازشماری و تفتیش ویژه می روند شده است. دیانا صمدی با جزئیات بیشتر. پس از 5 روز کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی کپی متن فیصله‌نامه‌اش را به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاد. رئیس دبیرخانه کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید برای نمونه‌گیری مراکز و محل‌هایی که تفتیش ویژه و بازشماری می‌شوند، باید کمیته هماهنگی میان کمیسیون‌های انتخاباتی ایجاد شود. وظایف و کارکردهای این کمیته تعیین محلات و مراکزی باشد که در او فیصدی هایی که در فیصله آمده بود اینها بشینند با تفاهم این محلات را و مراکز را به نحوی تعیین کند. کمیسیون مستقل انتخابات پس از دریافت کپی فیصله های کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی از آغاز تطبیق این فیصله ها خبر می دهد. عملا با مک نن پدی باندې کار پیلو او مک بخل تطبیقات د ټاکنو د قانون طرز عملونو لوایحو په اساس باندې ترسره کوو. پرسش اینجاست که چرا کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی پس از 5 روز کپی فیصله‌نامه‌ها را که از سوی اعضای این نهاد امضا شده بود به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاد و چرا اصل این فیصله‌نامه‌ها را نفرستاده است؟ کمیسیون شکایت خودشان بگویند که اصل فیصله را آیا کدام کمیشنر از بینشان دوزی کردند یا کدام نجای دیگر پتو پنهان است؟ اصل فیصله کجاست؟ کمیسیون اما اداره تایید بکنند که نقل مطابق اصل است، به این معنی که اما اصل است و اصل فیصله
باید در کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی در آرشیفش حفظ باشه. دسته های انتخاباتی فیصله نامه کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی را گنگ و غیر روشن خوانده، تاکید می کنند که موارد حقوقی و فنی این فیصله ها با چالش همراه است. یک فیصله ضعیف، گنگ، پیچیده و زمانگیر صادر کردیم متاسفانه، ولی ما پروسه را دنبال می کنیم. کمیسیون محترم شکایات نتوانست به او رسیدگی بکنه و این فیصلش مطلقا فیصله های سیاسی است و برای ما قابل قبول نیست. بیش از این نیست، کمیسیون مستقل انتخابات برای وضاحت در فیصله های کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی خواستار زمایم این فیصله ها از کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی شده بود. وزارت امور داخله به مسئولان پلیس در مورد دادن اطلاعات محدودیت وضع کرده است. در یک دستور تازه سرپرست وزارت داخله آمده است که رئیسان، فرماندهان و منصوبین پلیس ملی نباید پس از این از موقف رسمی با رسانه ها مصاحبه و اظهار نظر کنند. وزارت داخله گفته است که این امریه به منظور حفظ اصرار وظیفوی و جلوگیری از پراگندگی در قسمت ارائه اطلاعات به شهروندان صادر شده است. اما نهادهای حامی رسانه ها می گویند که این امریه مخالف قانون اساسی و قانون حق دسترسی به اطلاعات است. بیشتر در گزارش. دستور تازه سرپرست وزارت امور داخله به منصوبان پلیس. در این امریه با استناد از ماده 30 قانون پلیس دستور داده شده است که هیچ یک از منصوب پلیس حق ندارد تا در مورد اسرار، اسناد تقرر، تبدیلی، ترفیعات و دیگر احوال ذاتی را در صفحات اجتماعی نشر کنند. هیچ یکی از رؤسا، قماندانان و منصوبین پلیس ملی نمی توانند با مطبوعات مصاحبه یا در شبکه‌های اجتماعی از موقف رسمی اظهار نظر نمایند. در صورت ضرورت بعد از اخذ هدایت مقام وزارت در هماهنگی با ریاست عمومی ارتباط استراتژیک اجراءات لازم صورت گیرد. اما نهادهای حامی خبرنگاران می گویند که این دستور سرپرست وزارت امور داخله خلاف قانون اساسی و قانون حق دسترسی به اطلاعات است. به باور ما در ماده اول هم قانون رسانه ها و هم قانون دسترسی و اطلاعات نقض شده. چرا؟ به خاطر از این که در بخش از این ماده گفته شده که منصوبین وزارت داخله نمیتانند در زمینه عزل و نصب و معلومات عزل و نصب افراد از طریق رسانه های اجتماعی معلومات را پخش کنند. به باور من مردم نیاز داره که بدانه نهادهایی که از طرف پول محصول و مالی از اونا برای افتاده چی در اون نهادها میگذره. با این حال سخنگوی رئیس جمهور میگوید که این دستور سرپرست وزارت داخله به منظور شریک ساختن اطلاعات به گونه درست با رسانه ها می باشد. بر اساس قوانین پلیس و برای حفظ محرمیت امور پلیس، افراد و اشخاصی که در نهادهای امنیتی ما هستند و به ویژه حفظ اسرار یک نهاد امنیتی، مهم است که او مقرره ها برای شریک ساختن اطلاعات وضع شود. این به معنای محدودیت نیست، اما به معنای تنظیم امور اطلاع رسانی و معلومات رسانی است. وزارت داخله در ادامه گفته است که ریاست عمومی امنیت داخلی و ریاست عمومی ارتباطات استراتژیک مسئولیت کنترل و نظارت از تحقق این امر را به عهده دارند. این اقدام وزارت داخله تنها چند روز پس از اعتراض رسانه ها نسبت به محدود شدن دسترسی به اطلاعات صورت می گیرد. باشندگان ولسوالی زرمت پکتیا می گویند از افزایش تلفات غیر نظامیان در عملیات های شبانه نیروهای امنیتی افغان و خارجی به سطو آمدند. با گفته آنان چندین سال است که در چنین عملیات ها غیر نظامیان آسیب می بینند. با این حال مسئولان محلی زرمت هرچند تلفات غیر نظامیان را رد نمی کنند. اما می گویند که در این عملیات ها شمار زیاد از طالبان نیز کشته شدند. شمار باشندگان ولسوالی زرمت پکتیا از عملیات های شبانه نیروهای امنیتی شکایت دارند. آنان از حکومت می خواهند تا برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان از عملیات های شبانه خودداری کنند. آقا طالب دراونیسی محاکمه دا دولت دا قانون دا مقرراتی آلت دلزان سربوزی و او آغلت دی لده سر حساب و کتاب وشی. اتکال دی عملیات رو ندخلی سوی او پیل حال اوس وقت زخت دیر دی آقا سی بی گناه خلا. مثلا دغه بیگونه خلک جیزی جزیږي کې چې مثلا هغه هیڅ هم نه کړی ځینې برښتیا ګناګار دي شنه د مثلا ګناګار بنې چې تا دوی عملیات کوي دوی ته هر څه معلوميږي دوی وایي چې موږ
له تایرو له دسې وسلې لرو چې هر څه موږ مشخص پیژندلی سو. نو بیا ولې چې دوی دومره پرمختللې وسلې هم لري او کورونو ته ورځي او بیا داسې کسان وژني چې هغه بیخي په یوه ډله کې هم نه وي، نه له طالب سره وي، نه په بله کومه ډله کې وي. سال گذشته در منطقه سرکین ولسوالی در عملیات های شبانه 5 عضو یک خانواده کشته شدند. یک عضو این خانواده می گوید به هر مقام و هر اداره مراجعه کرده اما تا هنوز به پرونده آنان رسیدگی نشده است. که چیری اکلا تو دولتی یا مسئولیت لری، رئیس جمهوری، وزیر دفاعی، والی، امنیت ملی، یغو تا خپل گناه ولنده که شخصا زه کراته دما جرم ولاندې کی زدی خپل شهیدان او عمي ویني بکم دام نه ورتایم چې ولې د سرای محکمه را باندې غکړه. مسئولان محلی تلفات افراد ملکی در عملیات های شبانه را رد نمی کند اما می گوید که در این عملیات ها افراد مهم گروه طالبان نیز از بین رفتند. د شپنوی عملیات په مورید مونږ د ولایت مقام سره د ولسی خلکو د ستونزې بار شریک کړی دی، د کل اردو سره هم شریک کړی دی، غوی ډاډ راکړی دی چې ان شاء الله دا عملیات بیا تر سره کیږي، تاسو را په همانګی تر سره کیږي. باشندگان زرمت هشدار می‌دهند که اگر خواست آنان از سوی حکومت نادیده گرفته شوند، دست به راهپیمایی‌های گسترده خواهند زد. ادامه خبرها. کمبود برق در کارخانه های تولیدی در بلخ کارخانه داران را دچار مشکل کرده است. با گفته آنان ده ها کارخانه تولیدی به دلیل نبود برق از کار افتادند. اتاق معادن و صنایع بلخ نیز هشدار می دهد که اگر به این مشکل رسیدگی نشود روند متوقف شدن کارخانه ها ادامه خواهد یافت. اما مسئولان شرکت برق در بلخ میگویند که با تکمیل کار تمدید لاین برق مزار شبرغان 26 مگاوات برق به مزار انتقال می‌یابد که بخش از مشکل مرفوع خواهد شد. اینجا یکی از کارخانه های تولیدی سنگ موزاییک در پارک صنعتی شادیان در جنوب مزار شریف است. این کارخانه با سرمایه گذاری نزدیک به 1 میلیون دلار آمریکایی در سال 1382 خورشیدی آغاز به کار کرده است. یکی از مسئولان این کارخانه می گوید که به علت کمبود برق از جمله 5 دستگاه تنها 1 دستگاه این کارخانه فعال است. از 5 ماشین کاری ما فعلا 4 ماشینش خاموش است. 1 ماشینش فعال است که او هم به نسبت نبود برق گاهی وقت او هم خاموش می شه. عبدالستار و سفر محمد از کارگران این کارخانه هستند. آنان از حکومت می‌خواهند که کمبود انرژی برق را از میان بردارد تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتر فراهم شود. سرمایه‌گذاری کنم به غریبا و بیچارا، هر شرکت فابریکا که رقم جورش برق باشد 10 تا 20 تا کارگر کمی جا کار کنه، دیگه ما چیکاریم خارج از کشور کار کنه. رئیس اتاق صنایع و معادن بلخ می‌گوید که در این ولایت نزدیک به 500 کارخانه تولیدی وجود دارد که 35% این کارخانه ها به علت کمبود برق با رکود روبرو شدند. یک تعدادش حتی خاموش است. ما میتونیم از فابریکه بزرگ شیشه که در ولایت بلخ است که بسیار با سرمایه گذاری انگفت از طرف هموطنان عزیز ما اونجا سرمایه گذاری شده در کوت برق است و فعلا خاموش است. کار تمدید لاین شبرغان مزار جریان داره که با تکمیل شدن از این لاین کمبود انرژی برق به مزار شریف 90 الی 95% تکمیل میشه. کارخانه داران در بلخ میگویند هرگاه مشکل کمبود انرژی برق از میان برداشته شود، از یک سو تولیدات داخلی افزایش مییابد و از سوی دیگر زمینه های کار برای شماره از مردم فراهم خواهد شد. حال هم نرخ ارزها در بازار امروز کابل. $1 آمریکایی 77 افغانی و 15 پول، 1 یورو 84 افغانی و 40 پول، 1 درهم امارات 20 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 70 پول، 1000 کلدار پاکستانی 493 افغانی و 1000 کلدار هندی 1090 افغانی. خبرهای ورزشی.
ورزشکاران رشته کارلینگ از نبود امکانات معیاری برای بازی شکایت دارند. این ورزشکاران میگویند که هیچ گونه بودجه برای پیشرفت ورزش کارلینگ اختصاص نیافته و دولت از ورزشکاران این رشته پشتیبانی نمی‌کند. با این حال قرار است ورزشکاران این رشته در جشنواره بازی‌های زمستانی بامیان بر رقابت بپردازند. دختران و پسران که برای بازی کارلینگ در گوشه سرد بامیان گرد آمدند و تمرینات کارلینگ ادامه می دهند، هرچند امکانات معیاری این بازی جهانی را با خود ندارند. هر تیم 4 نفر عضویت داره، می تونه که ما مرحله وار بین هم رقابت می کنیم تا تیمی برنده مشخص شد در طول زمستان. بیشتر امکانات این ورزش را خود ورزشکاران فراهم ساختند، ورزشی که تازه در افغانستان جای پا باز کرده و در کنار پسران دختران هم در این بازی حضور گسترده دارند. تعداد دختران نظر به سال قبلش کمتر بود. من امسال هم خیلی کم میان، یعنی بیشتری ها اجازه فامیلی دیگه ندارن که بیاین. امکانات خوبه دیگه، نسبتا خوبتر مثل دیگه کشورهای خارج پیشرفته تر نیست. چون می خوام که یار خودم هم توبه کنم، چون توبه از یک چوبی نیست، توبه از که ساخت سنگ مرمر است، کلان کلان میشه. مسئولان در فدراسیون کورلنگ میگویند هیچ گونه پشتیبانی حکومت و بودجه برای انکشاف این بازی ندارند. غیر از اینکه فقط ما را آزاد مانده که در این بند بیایم و بند ما از خود مردم اجازه گرفتیم که بتونیم در سر بند از اینا ما بازی داشته باشیم، ولی دولت هنوز نه، فقط به خود جشنواره یک امنیت ما را میگیره. این ورزشکاران برای رفتن بر رقابت‌های زمستانی در بامیان آمادگی می‌گیرند. رقابت‌هایی که قرار است سه‌شنبه همین هفته آغاز شود و برای 4 روز ادامه یابد. حال هم وضعیت هوایی کابل و چند شهر دیگر کشور. فردا کابل بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین 0 بارانی. هرات بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 4 آسمان نیم آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 6 آسمان نیم آفتابی. شهر جلال آباد بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 7 آسمان نیم آفتابی. کندهار بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 9 و بارانی. و غزنی بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین 0 برفی. مجموعه خبرهای امشب از آریانا در همین جا با پایان می‌رسد.